مامان زن قوی، سعی میکنه محکم باشه اما میدونم حالش خوب نیست. نمیدونم چطوری باید ادامه بدیم. یه راهی پیدا میکنیم داداش، یعنی یه جوری ادامه میدیم. مامان نورتون هم زن قویه، به این راحتی ها نمیشکنه. خدا دردیو به بندش نمیده که نتونه تحمل کنه. عثمان فیضی آتاما، تا وقتی زنده بودی همیشه میخواستی به توجه بشه، الانم هم که مردی همینو میخوای. نمیدونم چطوری از این بدبختی نجات پیدا میکنی. فکر نکن تنهایی داداش، اگه تو اینجوری باشی از خاله نورتان و الا چه انتظاری داری؟ اونا بهت احتیاج دارن. باشه؟ اون درست میگه پسرم، درسته که سخته، ولی باید بلند شی و ادامه بدی. ببین الان تو رئیس این خانواده هستی. دقیقاً. کنار هم دیگه از همه مشکلات رد میشیم. خیلی خوب. مگه میشه کنانم و تنها بذارم؟ بذاریم بدبختی تموم شه بهت میگم کنان کیه. بذار یه نصیحتی بهت بکنم پسرم. میدونی برای اینکه این درد و پشت سر بذاری باید چی کار کنی؟ باید با تمام وجودت بچسبی به زندگی و کار عزیزات. سرپا میشی، کار میکنی و اون هتل رو میسازیم. بابا احسان، آخه جریان هتل بعد از این جریانا به نظرم زیاد درست نیست. تا کنان چی فکر کنه؟ بلن بهتره درباره این موضوع حرف نزنیم. باشه، الان هزار تا فکر تو سرمه. برم یکم قدم بزنم هوا بخورم. فعلا با اجازتون. تو میخوای چی کار کنی؟ ها؟ مگه نمیدونی من برای این هتل چقدر زحمت کشیدم؟ پدرم در اومد و کلی سگدو زدم تا بالاخره اون سرمایه گذار رو راضی کردم. اون وقت حالا میگی اون هتل ساخته نمیشه، آره؟ میدونی بابا احسان، خسارتو میشه جبران کرد، ولی نمیتونیم حرفای خدا بیامرز و نشنیده بگیریم. پس اینطوریه. باشه، هر جور راحتی. نورتن جون، والا همشهری ها میخواستم بیان دیدنت ولی من نذاشتم. گفتم نیان. دیگه از تو هم نپرسیدم. گفتم حالا بعد از هشی جنازه بیان چی کار الان؟ کار خوبی کردی. اون موقع که بیان میشه درست و حسابی من یه تو بدرقه کرد. کار خوبی کردی آبجی، وگرنه خیلی شلوغ میشد. آره. الان همینو کم داریم. چه خوب که نیومدن. من که از الان همش فکرهای بدی میکنم. چه فکر بدی میکنی؟ وای الا جون، دهن مردمی که نمیشه بست. میان میشینن کلی مزخرف میگن، دروغ میگن. آره دیگه، میان اول با آدم تسلیت میگن، بعدم انگار ضیافت دعوت شدن خودشونو با غذا خفه میکنن، بعدش هم که میرن و کلی پشت سرمون حرف میزنن. همینه دیگه کارشون. مردم بابامو خیلی دوست داشتن برنا. فکر نمی کنم کسی پشت سرش چیزی بگه. لازم نیست بشینی از این فکر را کنی. آره، ولی بابا عثمانم خوب بهونه دستشون داد. حالا هر کی یه تئوری توته میسازه. خب منم نگران خودمونم که اذیت نشیم، یعنی هم باید غصه بخوریم هم مشکلاتمون رو واسه مردم توضیح بدیم. بس دیگه، ساکت شو بردم. باشه ببینم چی کاری کردی. دلت دست نزن، من جمعش میکنم. آخه چی شدیه؟ خود من جمعش میکنم. باشه بریم دکتر. چیزی نیست برو بیش نکنیم. برو دنبالش. سب کن ببینم. خب دیگه چیزی نیست، ما جمعش میکنیم. چیزی نیست عزیزم. مگه من چی گفتم؟ خب خیلی ناراحته، باید یکم درکش کنی. خب ما هم خیلی ناراحتیم. ولش کن مامان،
خیلی درد داری؟ نه زیاد. زیاد نیست؟ نه میگذره. چیزی نیست. تموم شد، تموم شد، چیزی نیست. میتونی تحمل کنی؟ من وقتی بچه بودم تو باغ زیتون سرم شکست، یادت میاد؟ مگه میشه یادم بره؟ دخترم کل شهر رو خبردار کرده بودی. چون فکر میکردم با اون خونی که داره میاد مغزم از کلم داره میزنی بیرون. چقدرم که بهم خندیدی مامان، چقدرم که تو بهم خندیدی. حتی پرستاری که اونجا بود میگفت اینا دیوونن، خلن چیزین. میگفتن که این دختر بیچارهشون اینجا سر شکست اون وقت اینا هر هر دارن میخندن. تازه دعوت هم کردن. آره گفت وقتی نمیتونین مراقب بچه باشین چرا بچه دار میشه. شما هم نامردی نکردین و بیشتر خندیدین. چقدر از دستتون ناراحت شد. منم به هم برخورد. آره. میگفتم من اینجا درد دارم، اون وقت اینا دارن به هم هر هر میخندن. وقتی داشتن بخیه می زدن نه دستمون رو گرفتی نه نگامون می کردی. بعدش بابا اومد بغلم کرد، گفت این زخم عادیه، آدم خون ریزی می کنه و درد می کشه اما می گذره. گفت بالاخره که خوب میشه. اما اگه اینجات درد بگیره، اگه اینجات زخم میشه، اگه اینجا زخم میشه خیلی درد داره ماما، دارم درد میکشم، خیلی دارم عذاب میکشم ماما، میدونم تو هم داری عذاب میکشی، خیلی داری عذاب میکشی. مردی که عاشقش بودی و جلو چشت از دست دادی ماما، ماما مامان یه چیزی بهم بگو، دارم دیوونه میشم مامان. آخه یه چیزی بگو تو رو خدا، بهم بگو، اونم خیلی درد میکشید. آخه بهم بگو که چه اتفاقی افتاد. من نمیتونم مامان، واقعا نمیتونم. عثمان فیزیاتومان در کمال صحت عقل به اختیار کامل خود و بدون هیچ تهدید این وصیت‌نامه را نوشتم. وصیت می‌کنم که بعد از مرگم تمام اموال منقول و غیر منقولم به وراثت قانونی این جانب به ارث برسد. تمام زمین‌ها و باغ‌های زیتونی که به اسم من هستند. جنازه بیا همون جایی که آخرین بار همو دیدیم، خیلی مهمه.